بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت عزیزان. انشاءالله که شب و روز خوبی رو گذرونده باشیم و در کنار خانواده محترمتون ایام خوشی رو سپری کرده باشیم. چند دقیقه دیگه، در هفته یک دو دقیقه دیگه صبر میکنید که سعی میکنم تشریف بیارم. امیدوارم که انشاءالله دوره خوبی رو گذرانده باشید و از اساتید بزرگوار این دوره استفاده کرده باشید، نهایت استفاده رو کرده باشید و اون چیزی رو که باید از این دوره ها دریافت بکنیم به اندازه کافی دریافت کرده باشید. ما یک بار دیگه خدمتتون رسیدیم، این بار با درس اخلاق ورزشی یا اخلاق در ورزش در خدمتتون هستیم. در تا ساعت حدود هشت دوازده با این درس و امیدواریم که بتونیم کمکی رو خدمت عزیزان داشته باشیم. این درس رو توی پنج فصل آقای دکتر علی بخش کتاب اخلاق مربیگری ورزشی اصول و بایسته ها معلفش دکتر علی تاج بخش هستم از این کتاب اقتباس کردیم. این کتاب شامل پنج فصله، فصل اول درباره اخلاق، فصل دوم اخلاق در مربیگری، فصل سوم اصول و مهارت های اخلاق مربیگری، فصل چهارم چالش های اخلاقی و فصل پنجم قانون و اخلاق. اما توی این دوره که در جلسه هستیم، ما سه فصل اول رو خدمتتون هستیم. فصل اول و دوم رو تقریبا تمام مباحث رو بررسی میکنیم. فصل سوم یه سری حالا تیپ ها بسنده. در فصل اول میخواییم بدونیم که اصلا اخلاق چی هستش. از همین ابتدای کار از دوستان میخوام که همکاری بکنم و چون شرایط به شکلی هست که یکم شروعه که آز و شرایط چت خیلی مهیا نیست، عزیزانی که حالا قصد داشتن صحبتی بکنن یا تجربهی رو با ما در من بذارن و به اشتراک بذارن و سایر عزیزان لطفا دست بلند بکنن و میکروفون بهش میدیم صحبت کنیم. در همین ابتدای کار در مورد اخلاق، اصلا اخلاق چی هست؟ هر کدوم از عزیزان که مایلند میکروفون بگیرن و در مورد اخلاق صحبت کنیم. صدا رو دارم و عزیزان تا حالا خط چت بازه میتونن اعلام کنم کیفیت صدا، کیفیت تصویر و تون صدا اگر خوبه. بله بله بسیار. پس عزیزانی که مشکل دارن احتمالا خودشون از اینترنتشون یا شرایطی که اونجا براشون مهیا شده از اونجا مشکل دارن، میتونن خارج و مجددا وارد بشن، احتمالا مشکلشون برطرف بشه. یکی از دوستان دست خواهی کردن آقای غلامی عزیز، مردو فعال این دوره بفرمایید. آقای غلامی عرض سلام و ادب، استاد خسته نباشید، صحبتتون بخیر. سلام، سلام
استاد اخلاق مجموعی از بایدها و نبایدهایی که تو زندگی ما اتفاق میفته. البته لزوماً هر موردی که تو زندگی ما باشه بهش اخلاق نمیدن. اخلاق یه سلسله کارها یا عملی هست که به صورت مداوم و پایدار باید تو زندگی ما باشه. مثلا تو قسمت رزمی خودمون مثال بزنیم، مثلا نظم در باشگاه یا احترام به ارشد استاد باشگاه، اینا یه سلسله اعمالی است که تو وجود انسان باید نهادینه بشه، به صورت ملکه تو زندگی انسان اتفاق بیفته. و شخصی که حالا به عنوان یه مربی هست تو این بحث اخلاقی، به عنوان یه الگوی اخلاقی یا الگوی رفتاری بهش میشه گفت، یعنی این منشی که داره، این آدابی که داره تو باشگاه رعایت میکنه یا بیرون هر چیزی که باشه، این اخلاق رو باید به اندازه ای عمل کنه چه ملکه بشه. و هر کسی که این شخص رو میبینه این باید و نباید ها رو به صورت ملکه ببینه تا بتونه الگو برداری کنه. ممنونم آقای بابا. پس این گفت که شما میفرمایید میشه گفت که اخلاق همون ملکه ای که میگین، یعنی تبدیل به رفتار انسان میشه، درسته؟ بله استاد، بله. بسیار عالی. سلامت باشین. یاد سلام دوست داده ساخلون کلاس کردن بودم. خب در مورد اخلاق، اخلاق رو در لغت به معنای رفتار شایسته و پسندیده، طبع، نهاد، سرشت و سجیه بیان میکنند یا سجایا بیان میکنند. خب اخلاق رفتار شایسته رو، این چیزی که توی جامعه، توی عرف و توی شهر به عنوان رفتار شایسته و پسندیده تلقی میشه، اون چیزی که مورد پسند و مورد تأیید سایرین قرار میگیره، همه متفق القول روش متفقن که این رفتار شایسته اینه. بر این اساس موضوع اخلاق رفتار انسان، به قول جناب غلامی این اخلاق اگر به شکلی ادامه دار باشه و به شکلی مستمر باشه میتونه به رفتار انسان تبدیل بشه. و رفتار میدونید که اون حالتی از برخوردهای انسانیه که به صورت ناخودآگاه و خودکار روی اعمال انسان تاثیر گذاره. اما هر رفتاری لزوما اخلاقی نیست. ما گفتیم اخلاق رفتار شایسته رو ما مد نظر قرار داریم و اون چیزی که مورد تأیید و پسند سایرین قرار میگیره، دیگران قرار میگیره. پس میگه هر رفتاری لزوما اخلاقی نیست، بلکه رفتاری اخلاقی است که پایدار باشه. گفتیم اون چیزی که مستمر باشه، یعنی در وجود انسان نهادینه شده و فرد با آسانی بتواند آن را انجام دهد، که از آن به الگوهای رفتاری یاد میشه. الگوهای رفتاری رو میشمون اخلاق در نظر گرفت. اما اخلاق رو ما میتونیم به خلقیات خوب و بد هم تقسیم بندی بکنیم. منظور ما از این اخلاقی که امروز خدمتتون هستیم، منظورمون خلقیات خوب و حرفه‌ای یک مربی ورزشی هست. بنابراین خلقیات خشن، عصبی، تند و حالا نامناسب با محیط ورزشی هم حتما توی دسته های اخلاقی میتونیم بیاریم، اما اینجا جای صحبتی راجبش نخواهیم. علم اخلاق، علم اخلاق علمی است که با معرفی و شناساندن انواع خوبی ها و بدی ها، راه های کسب خوبی ها و رفت بدی ها رو به ما میاد. پس توی علم اخلاق ما یاد میگیریم چیکار کنیم؟ اولا خوبی و بدی رو بشناسیم، بدونیم که چه چیزهایی خوب محسوب میشن و چه چیزهایی بد محسوب میشن. دوم راه کسب خوبی ها رو به دست بیاریم و بدی ها رو رفع و دفعش بکنیم. پس علم اخلاق این رو به ما آموزش خواهد داد.
مربی کی هست؟ عزیزان باز همکاری بکنم. مربی به چه کسی گفته میشه؟ کسی مایل صحبت بکنه؟ آقای مرادی بفرمایید. جناب مرادی کسی دیگری اگر مایله میتونه دست کنم خانم افخاصاده. بفرمایید خانم افخاصاده. سلام، وقت بخیر. سلام، وقت عالی باشه. مرسی، خانمت باشم. مربی کسی هست که در فعالیت هایی که افراد مشارکت میکنن و حضور دارن از همه ابعاد لحاظ کرده کارها رو و سعی میکنه که فرد رو به نحوی به موفقیت‌های بالاتر چه از لحاظ روحی، روانی و اخلاقی و حتی مهارت‌هایی که دارن با هم کار میکنن پیش ببره. بسیار عالی، ممنونم. خانم مرسی. آقای مرادی بفرمایید. سلام. وقت بخیر. بنده باشید. مربی همونطور که از اسمش مشخصه مشتق از تربیت، در واقع کسی که مسئولیت تربیت حالا یک گروهی یا یک فردی رو به عهده میگیره. اینکه حالا تربیت هم از جنبه‌های مختلف، چه بحث تربیت بالینی و رشدنمو و زندگی طرف، چه بحث آموزش و تعلیم و که تو بحث ما که حالا در مورد ورزشه و حالا یه مطلب خیلی خوبی هم هست و من لازم دونستم حالا الان هم بگم، این که خداوند هم وقتی که ما ریشه رب از همین مربی، خداوند هم نوعی مربیه، یعنی تربیت از خداوند مشهد گرفته و همینجور ادامه بده کن. یعنی به خاطر همینه که ارزش و مقام خیلی خوبی داره مربیگری، یعنی اصلا کلن یه کلمه بسیار مقدس و خیلی مهمیه. چیزی که من حالا میدونستم بسیار آمین جناب مرادی. دقیقا به اون چیزایی که من میخواستم اشاره بکنم شما فرمودید. بله آقای مرادی، خیلی خوب فرمودم. ریشه مربی از رب میاد. چیزی دیگری هم مایل میباشه و باید بکنم. ریشه مربی از کلمه رب میاد. میدونیم که رب رو ما خداوند در نظر میگیریم و به قولی تربیت کننده و کسی که مسئولیت تربیت دیگران رو برعهده داره در واقع مربی محسوب میشه. مربی فرموده جناب مرادی بسیار کلمه مقدسیه و بسیار میتونه تاثیرگذار باشه توی تربیت نسل جدید ما. در مورد مربی، حالا تا اینجا هستیم یه بحث خارج از موضوع بکنیم. مربی دوستان به عنوان وحی مطلق برای خیلی از ورزشکاران محسوب میشه تا وقتی که ورزشکار به اون پختگی و به اون کاملیت نرسیده، مربی خودش رو به عنوان حجت در نظر میده. یعنی اگر مربی که انشاءالله حالا از این به بعد توی عرصه های مربی و توی کلاس ها خواهید دید که چقدر حرف مربی تأثیر گذاره، حتی حرف های غیر منطقی. بنابراین مربی بسیار میتونه روی خصوصیات رفتاری، اخلاقی و حتی آینده بچه ها تاثیرگذار باشه و بچه ها تاثیرگذار باشه. بنابراین خیلی از پدر و مادرها میبینید که میان با مربی ها در میان میذارن مشکلاتی رو که حالا فرزندش میگه منزل داره و با توجه به این موضوع میان از مربی خواهش میکنن، میخوان که حالا خصوصیات رفتاری و اخلاقی بعد بچه ها رو طبق حالا اون
ضوابطی که خود مربی سلام میدونه گوشزد بکنه و میدونید چقدر تاثیر بذاره. یعنی همون مطلبی رو که پدر و مادر نزدیکان و اطرافیانمون کودک یا ورزشکار بهش گوشزد میکنن بارها و بارها تأثیری نداشته، اما مربی با کوچکترین اشاره غیر مستقیمی میتونه تغییر رفتار رو توی اون فرد شاهد باشه. بنابراین شما وقتی که وارد عرصه مربیگری میشید باید بدونید که مسئولیت بسیار بسیار خطیر بوده، مخصوصا توی بعد اخلاقی و رفتاری، و شما این که تأثیر بذارید توی رفتار ورزشکاراتون. خب وقتی یه مربی اخلاق مدار رو شما ببینید میدونید که توی میادین و عرصه‌های مختلف ورزشی چقدر شاگردهاش و ورزشکارهاش شبیه خودشن، چقدر میتونن منضبط و چقدر میتونن حالا بی اخلاقی کنن و اعتراض کنن و حالا شایده شد. این بسیار مهمه. چرا؟ چون که شما حتما باید زمانی رو بذارید توی کلاساتون در این بود کار بکنید. بهترین زمان پایان کلاس هاست به نظر من که میتونید تأثیر گذار باشید. من به پایانی کلاستون رو پس از صرف کردن به بیان یه سری نکات اخلاقی بپردازید. خب این نکات اخلاقی خیلی میتونه تأثیر گذار باشه به ورزشکاراتون و میتونه کمک کننده باشه به آینده شغلی خودتون و حرفه‌ای تر شدن خودتون کمک بکنه. و قاعدتا اون افراد سالمتر و افراد اخلاق مدارتر وارد جامعه میشن و اون ما هم تاثیرگذار خواهند بود روی دیگران. این یه رشته است، این یه شبکه است. خب این خیلی میتونه در آینده بازخوردش رو من اینجوری در نظر میگیرم که اگر من ورزشکاری رو به سمت خودم، به سمت حالا اون خصوصیات اخلاقی و دفتری مناسب سوق دادم، این در آینده بازخوردش به خود بنده و به فرزندان بنده برمیگرده. خب ما مربیان آینده رو میخواییم تربیت بکنیم، ما کسایی رو میخواییم تربیت بکنیم که توی جامعه ما دارن آمده شد میکنن، کسایی رو میخواییم مربیشون باشیم که دور حواشی و دور اطراف خودمون دارن میشه. خب این ها در آینده میتونن روی فرزند خودمون تاثیر گذار باشن. ما اگر یه جامعه بی اخلاق رو ترویج بکنیم غالبا بعدا روی خودمون نتیجه خوبی نخواهد داشت، و اگر جامعه اخلاق مدار و خوبی رو سعی بکنیم که تربیت بکنیم شاید بعضی رو بگم خب من حالا با 20 نفر 30 نفر نهایتا در خب الان همین کلاس ما 85 تا مربی اینشاد رو تحقیق جامعه این 85 تا هر کدوم 20 نفر رو بخوام تربیت رو کنم به نحو صحیح و درست و اخلاقی، خب یا میبینید یه چیزی بالا پر 1700-1800 نفر رو شامل میشه که این ما توی پایین ترین حالت و توی معمولی ترین حالت رو ما 20 نفر رو دارم داریم. خب میتونه یه جامعه گسترده ای باشه، یه جامعه ای که میتونه تغییر رو حاصل بکنه. بنابراین نیازه که حتما توی کلاساتون یه تایم رو اختصاص بدیم به این موضوع. خیلی نمیخواد تایم طولانی باشه، میتونه اواخر کلاس زمانی که دیگه صرف کردن تموم شده حالا نکاتی رو بیان بکنین، هر جلسه یه نکته اخلاقی رو بیان بکنین بخواییم و یا تذکر بکنین حالا به کسایی که یکم دوری میکنن از اون نکات اخلاقی. اگر دوستی تجربه ای توی زمینه داره که گفتم مربی تأثیر گذارتر از حتی پدر و مادر ورزشکار هست میتونه با ما در اشتراک بذاره. توی زمینه کسی تجربه ای نداره؟
خانم عباسی بودم. من چون بیشتر با بچه ها مادران سرکار دارم، اکثر معاملهای که میان من را اختنام میکنن هیچه ورزشی ورزش مادران فرزندان هست. در وهله اول میان فعالیت هاشون رو از پایه شروع میکنن، حتی نحوه غذا خوردنشون، ساعت خوابیدنشون یا حتی سختگیری هایی که دارن و والدین رو اذیت میکنن، اینها به مرور زمان سر کلاس به نحوی فعالیتاشون بهتر و حتی اصلاح هم میشه. بعد از اون یک مرحله رو داریم که مامانا اکثرا نگران این هستن که بچه ها با ورود به مدرسه یا مهدها رفتارهای مزور خاصی رو از خودشون نشون بدن، و چون این مدت رو با هم کار میکنن و کارهاشون منظم تر میشه، جدا شدن از والدین هم براشون آسون میشه و من از این مرحله به بعد کلاس ها رو جدا میکنم و تنها مختص کودکان میشه. اینجا هم خیلی کارها رو با هم هماهنگ میکنیم، حتی فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و هنری یا مناسبت ها رو با هم برگزار میکنیم که بچه ها هم به نوعی این مسئولیت ها و حتی فعالیت ها رو که توی جامعه باید انجام بدن رو از همدیگه یا از ما یاد میگیرن. نیستی وقتی رو زیاد نکنیم. خب خانم عباس‌زاده به این نکته کلیدی اشاره کردن توی صحبت‌هاشون، تفکیک کلاس هاست. ببینید این خیلی مهمه و اساسیه که کلاس ها حتما از هم تفکیک باشن، رده های سنی مختلف. دوستان شما مربی هایی هستیم بعد از این دوره شروع به کار میکنید، این رو در جریان باشید و این رو بدونید که تفکیک کلاس ها به درده های سنی مختلف یکی از الزامات دور کلاس های مربیگری توی اکثریت برکشت. حالا یه فرمش های خاصی داریم که شاید از نظر رقابتی خیلی درده سنی مطرح نباشه، اما مثل حالا شطرنج، اما سایر رشته ها خیلی مهمه، چون رده های سنی مختلف از خصوصیات اخلاق رفتاری و برخورد های متفاوتی برخورد دارن و از این طرف توانمندی هاشون هم متفاوته. یعنی توانمندی یه نونهال با یه نوجوان و یه جوان خیلی متفاوته. اون تیپ بدنی اون شرایط خود رفتاری و اخلاقی و شرایط جسمی افراد با هم متفاوته. بنابراین نیازه که حتما ندای سنی مختلفتون تفکیک باشه. اصلا همونطور که میدونید ما توی مسابقاتمون هم همین اتفاق رو افتاده. این دلیل داره دیگه، زمانی که ما میاییم رده های سنی رو تفکیک میکنیم توی مسابقات و هر کدومشون مستقلن عمل میکنن، یعنی ما مسابقات نوجوانان کاملا مستقل از مسابقات جوانان و مسابقات جوانان و حتی دید جوانان مستقل از دید بزرگسالان و مسابقات بزرگسالان. خب اینها دلیل داره. پس نیاز حتما تفکیک بکنید. شما توی کلاساتون هم اینها رو باید اصلا تفکیک بکنید، اصلا جدا آموزش بدید. در صورت امکان تایم های متفاوت آموزش بدید، یعنی شما تایماتون اگر 3 تایم یا 4 تایم دارین توی هفته، هر تایم رو اختصاص بدین به یه رده سنی خاص خودش. این یه هفته هم که حالا فکر میکنم توی حقوق ورزشی خدمتتون عرض کرده باشم، شما توی هر تایم کلاس با اون فضای استاندارده که برای لحاظ میشه، شما اجازه تربیت 15 تا هنرجو رو خواهیم داشت، نه فراتر. یعنی شما کلاس های خیلی شلوغ رو، من میتونم این اتفاق نمیفته توی ایران، همه اکثر کلاس ها من کلاس های شاید 100 نفره هم دیدم. ولی قانون رو حالا انشاءالله نمیدونم بروز ورزشی رو یا گذرونی یا خانم گذرون، ایشون بیشتر در جریان هستن، مربی
بحث مدرسه بحث حقوق و ورزش میتونیم با ایشون هماهنگ کنیم و حالا سوالهای مختلف رو بپرسیم. ولی اون چیزی رو که من میدونم اینه که توی هر کلاس شما 15 نفر مرزو بیشتر نمیتونیم داشته باشیم کلاسهای استاندارد. اما گفتم بحث رده های سنی بود، رده های سنی رو حتما از هم تفکیک بکنیم. این رده های سنی مختلف میدونیم که ما دوره نوجوانی که بحثش رو بیه بحث روانشناسی ورزشی چون یک کارگاهی دهم داریم، چون توی کلاس درجه سه فرصتش نبود و اصلا جز محابزمون هم نبود استفاده نکردیم. بحث نوجوانی رو خواهیم کرد به این کارگاه روانشناسی حتما. توی کارگاه چیز توی بحث نوجوانی یه زمانی که استقلال طلب میشن نوجوان ها حتما خودتون باشون ارتباط خواهید داشت و یا خودتون شاید اتفاقاً نوجوان هایی رو تو منظور داشته باشید. وقتی به این سن میرسن اون استقلال طلبی و مستقل شدن فکر میکنن. خیلی از نوجوانای ما به دور شدن از خانواده، به حتی فرار از خونه، شهر و محل زندگی خودشون فکر میکنن. این نشأت میگیره از اون اقتضای سنشون، خب بستگی به رفتار ما و شیوه کاری ما اونها میشه انشاءالله مدیریت بشن. بنابراین خب کسی که این حالت ها رو داره و حالتی که بحث جنسی براش مطرحه و اون اختلالات و اون شرایط پشت جسمی و جنسیش داره اتفاق میفته و افکارش به یه جورایی در هم ریخته است و چیزه، خب نباید بیاد در کنار حالا بزرگسالها، جوانان، اونایی که این دوره رو گذروندن و حالا به صحبت اخلاقی و رفتاری رسیدن یا کوچکترهایی که همون به این باب وارد نشدن و متوجه اوضاع نیستن قرار بگیرن. بنابراین خیلی مهمه رده های سنی مختلف رو حتما از هم ترکیب بکنیم. خیلی از مشکلاتی که البته من گمان نمی‌کنم توی کلاس‌های کسایی که دوره‌ها رو گذراندن و به صورت قانونی هم بالا اتفاق بیفته، اما مشکلات اخلاقی که پیش میاد، خب اینا ناشی از همین اختلاط هاست و همین اتفاقات شکلی هست که اتفاق میاد و عدم تفکیک رده های سنی. بسیار خوب، بریم سراغ مربی. گفت مربی از کلمه رب مشتق شده، یعنی کسی که تربیت میکنه. مربی در لغت به کسی اطلاق میشه که رشد و نمو و دیگری رو به عهده داره و اون رو افزون میکنه. بحث رشد و نمو اینجا صرفا رشد جسمانی و چیز نیست، رشد اخلاقی و فکری هم هست. بنابراین مربی کسی که رشد و نمو رو یکی دیگر رو به عهده میگیره و اون رو افزایش میده، چه از بود اخلاقی و چه از بود رفتاری. مارتن وینرز نویسنده کتاب مربیگری موفق، معتقد مربی در اصطلاح شخصیه که موضوع هنر، فن، تکنیک یا دانش های گوناگون رو با روش های معمول و سازمان یافته آموزش میده. آقای وینرز تو این کتاب خودش مربی رو در واقع یه جورایی این شکلی بیان کرده که اون یه هنر خاصی رو، یه موضوع خاصی رو، ببینید مربی فقط صرفا حقوق ورزشی نیست. خب یه کسی میتونه مربی خط باشه، مربی آیتی باشه، چه میتونم نقاشی باشه، یعنی یه موضوع خاصی رو، یه هنر خاصی رو، یه فن خاصی رو، تکنیک یا دانش های گوناگون رو. مربی میتونه مکانیک باشه. آقای عبدیزاده از صحبت دارم دارم بفرم آقای عبدیزاده. جناب عبدیزاده اگر صحبت داریم بفرم.
گفتیم که بعد مثلا یک مکانیک، یه نقاش، یه ساختار هم میتونه مربی باشه. بله، کسی که هنری رو منتقل میکنه به فرد دیگر و یا افراد دیگری میتونه مربی تلقی بشه. اما مربیگری هنر تسهیل اجرای فعالیت هست، فرایند یادگیری و پیشرفت فرد است و به طور مداوم بر روند رشد و پیشرفت افراد تمرکز دارد. پس مربیگریش چی شد؟ هنر تسهیل اجرای فعالیت. یه فعالیتی رو فردی یا مهارتی رو میخواد آموزش ببینه، اما این مربیه که راه رو براش آسون میکنه، راه رو براش باز میکنه و فن مربیگری فن تسهیل اجرای فعالیت است. ساده کردن، آسون کردن اون اجرای فعالیت خاصی که میخواد انجام بده. حالا فعالیت میتونه ورزشی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه و سایر فعالیت رو مختلف. فرایند یادگیری و پیشرفت فرد رو به طور مداوم روش تمرکز داشته باشه و نظارت کنه. همچنین مربیگری هنر بهسازی عمل کرد. خب یه عمل کرد رو یک ورزشکاری داره، مربی میتونه بهتر بکنه، پیشرفت بده اون عمل کرد و اون اجرای ورزشکار. یعنی مربیان با ارائه تکنیک ها و تاکتیک های گوناگون به ورزشکاران، آنان را برای اجرای مطلوب‌تر فنون پرورش میده. پیشرفت منظورش همینه دیگه. یعنی بحث ما از کلمه پیشرفت اینه که ما ارتقا بدیم توان جسمی خب یکی از وظایف مربی همینه که تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ما رو اصلاح کنه و به شکل مطلوب‌تر و بهتری بخوایم کار رو انجام بدیم و پیش ببریم. مربیان علاوه بر آموزش تکنیک ها و تاکتیک های گوناگون به ورزشکاران، وظیفه هدایت و رشد شخصیتی آنان را نیز بر عهده دارند. اینجا میشه اون بحث اخلاقی که مد نظر ما بود. میگه مربی علاوه بر اینکه فقط تکنیک و تاکتیک رو آموزش میده، وظیفه هدایت و رشد شخصیتی اون فرد هم عهده داره. خب مربی لازمه که توی این بود هم کار بکنه، توی این بود که بود بسیار مهمی هم هست و میتونه حتی تاثیرگذار روی بود مهارتیش و تکنیکی و تاکتیکیش هم باشه، کار بکنه و شخصیت افراد رو بسازه. ببینید معمولا توی سنین پایه بسیاری از مربی‌ها علاقمندن توی سنین پایه کار بکنن و معمولا افراد توی سنین پایه مراجعه میکنن به مربیان ورزشی ما و ورزش رو آغاز میکنن. کمتر کسی رو میبینیم که دیگه توی سنین بزرگسالی و توی سنین بالاتر بخواد مراجعه بکنه و شروع به فعالیت ورزشی بکنه، مگر اینکه قبلا فعالیت ورزشی کرده باشه. یعنی اکثر افرادی که شروع میکنن به و بود ورزش بخوان کار بکنن توی سنین پایه است و سنین حالا از 7-8 سال تا 15-16 سال برای شروع دارد. خب اون رشد شخصیتی اینا دست شماست. شخصیت اینا رو این مربیان ورزشی هستند که تأثیر گذارتر هم میتونن بسازن و بیشتر روشون رو کار بکنن. پس این وظیفه هدایت رشد شخصیتی حتما رو که شما خواهد بود. بسیار مراقب این داستان باشید و بسیار تاثیرگذار خواهید. بنابراین مربیگری رو ما به 4 دسته تقسیم کردیم که براتون گفتم. یکی هنر تسهیل اجرای فعالیت ها، فرایند یادگیری و پیشرفت فرد. دوم تمرکز بر روند رشد و پیشرفت افراد. سوم هنر بهسازی عمل کرد و چهارم هدایت و رشد شخصیتی ورزشکار.
پس اینایی که ما توی اسلایده رفتیم راجبشون صحبت کردیم، جنبندیشون شد این چهار مورد. مربیگری پس در واقع این چهار مورد رو شامل خواهد بود. اما بریم سراغ اخلاق. اخلاق حرفه‌ای چیه؟ اخلاق حرفه‌ای، حرفه رو ما میتونیم تو دو جنبه بحث و بررسی کنیم. بس از حرفه‌ای، یکی حرفه و شغل و اون شیوه انجام کاره، و یه بس حرفه‌ای بس پیشرفته و بس توانایی بالاتر و بهتره. اخلاق حرفه‌ای یعنی مسئولیت پذیری در زندگی شغل. این بحث حرفه و شغلی که گفتی، یعنی تو هر شغلی که هستی مسئولیت پذیر باشی، تو اون شغل پیش بری و مسئولیت اون شغل و شرایط اون شغل رو بپذیر. همچنین اخلاق حرفه‌ای یعنی شیوه های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه. حالا توی یک شغل خاص، توی یک حرفه خاص، مثل مربیگری، مثل حالا مربی های ورزشی، شیوه های رفتاری متداول رو توی اهل اون فرد، توی اهل اون رشته خاص بررسی بکنیم. به عنوان مثال مربی مسئولیت های اخلاقی دارد که برگرفته از شغل. ما گفتیم مربی صرفا ورزشی نیست، به حالا میتونه شغل‌های دیگر رو هم شامل بشه. پس مسئولیت های اخلاقی که داره مربی نسبت به اون شغلش به گونه ای که اگر شغل دیگری داشت مسئولیت های اخلاقیش هم تغییر میکرد. شما اگر مربی ورزشی باشین یه مسئولیت های اخلاقی داریم، چون بسیار تاثیر گذاریم به افراد جامعه. ولی اگر این شغلتون یعنی مربیگری ورزشی رو کنار بذارین و به شغل دیگری دست بزنین، توی اون شغل دیگرتون مسئولیت های اخلاقیتون قطعا متفاوت خواهد بود. خب یه کسی که مثلا به شغل فروشندگی مشغوله، اخلاق حرفه‌ای اینه که کم فروشی نکنه، اخلاق حرفه‌ای اینه که توی حساب کتاباش میزون باشه، دقیق باشه. اخلاق حرفه‌ای اینه که خوش برخورد باشه با مشتری و اطراف. توی مربیگری این بحثای دیگری رو چیز میکنه. آقای حاجی‌پور گفتن تصویر تصویر بنی ما تصویر رو دارم بکنم که مشکل از خودتون باشه جناب حاجی‌پور. یه خروج و ورود بزنیم اوکی. پس مربی مسئولیت‌های اخلاقی داره که برگرفته از شغلشه، ببینید که اگر شغل دیگری داشت مسئولیت‌های اخلاقی هم تغییر می‌کرد. بنابراین هر شغلی به ارتضای حرفه‌ای بودن مسئولیت‌های اخلاقی ویژه خودش رو داره و می‌تونه متفاوت باشه از من. یه بحثی رو توی آقای سر الکس فرگوسن توی کتاب پیروزی به عبارت دیگر رو آوردن و در مورد آقای گواردیولا صحبت کردن. یکی از مهمترین عوامل موفقیت پپ گواردیولا مراعات اخلاق حرفه‌ای و تلاش در جهت پایبندی ما هست. خب این که اخلاق حرفه‌ای رو مراعات بکنیم و پایبند بهش باشیم و دائما به این اخلاق حرفه‌ای استمرار به خرج بدیم خیلی میتونه کمک کننده باشه. یعنی علت موفقیت آقای گواردیولا رو جناب فرگوسن مراعات اخلاق حرفه‌ای و تلاش در جهت پایبندی به اون میدونه. اما ویژگی های افراد اخلاق مدار، یا بهتر بگیم افراد اخلاق حرفه‌ای مدار، کادوژیر که از متخصصان اخلاق حرفه‌ای، هفت ویژگی رو برای افرادی که اخلاق حرفه‌ای دارن بیان می‌کنه. این هفت ویژگی شامل مسئولیت پذیری، برتری جویی و رقابت طلبی، صداقت، احترام به دیگران، عدالت و انصاف،
همدردی با دیگران و وفاداری. ایشون به هفت دسته تقسیم کرده کسایی که اخلاق حرفه‌ای دارن، یعنی این هفت صفت رو اگر افراد داشته باشن میگیم بهشون اخلاق مدار حرفه‌ای. اما مسئولیت پذیری چیه؟ میگه فرد مسئولیت پذیر پاسخگوئه و مسئولیت تصمیم‌های خودش رو و پیامدهای ناشی از اون تصمیم‌ها رو خودش بر عهده میگیره. بنابراین ما مسئولیت، اگر مسئولیت مربیگری رو میپذیریم، نیازه که پاسخگوی اون تصمیماتی که توی این میته میگیریم و پیامدهایی که از اون تصمیم ها چه غلط چه حالا درست اتفاق میفته رو خودمون بپذیریم و عواقب ناشی از اون رو پذیرا باشیم. مربی اول باید مربی خودش باشه. اگر انسان بدونن خودش رو از هر نظر اصلاح کنه، میتونه در اصلاح و تربیت و آموزش دیگران هم موفق باشه. بله، دوست عزیزم رو فرمودن به نظر ایشون مربی اول باید مربی خودش باشه. کاملا درسته. آقای نبیزاده صحبت دارید به فرمودن مطمئنی که دست بلند می کنن اگر صحبتی دارن بفرمایید. آقای نبیزاده صحبتی دارین بفرمایید. استاد سلام. سلام. روز بخیر. مبارک باشه. چیزی که من از اخلاق، حالا انتقال همون الگوهای رفتاری که شما فرمودین میدونم و همیشه هم در تلاش بودم که اینطوری باشم، اینه که در ابتدا خودم باید اون کار رو تو زندگی خودم الگو کنم و این انگار که وقتی این کار اتفاق میفته یه مثل یه بیماری اپیدمی که خیلی سریع انتقال پیدا میکنه، وقتی من مستمر اون کار خودم انجام میدم، همون اتفاق هم تو زندگیم برای آدمایی که روبروم هستن میفته و به خصوص زمانی که من یه چیزی رو آموزش میدم. همیشه این که میگفتن یه داستانی هست در مورد پیغمبرمون که میگفت مادری فرزندی رو میاره، میگه که ایشون خورما نباید بخوره و هممون میدونیم که پیغمبر چی کار کرد. خب برو فردا بیا که من اون روز خودم خورما خوردم و نمیتونم به این آدم بگم نخور. یعنی هر چقدر جایگاه خودمون بالاتر میشه و قرار کاری بکنیم که دیگران هم به اونجا برسن، قبلش خودمون اینا رو باید تو زندگیمون الگو کنیم و اون موقع است که میشه خیلی راحت انتقالش داد. همین صحبت هست. بسیار عالی آقای حمیدزاده. بسیار عالی صحبت کردید. بله جناب حمیدزاده به این نکته اشاره کردن که ما اگر خصوصیات اخلاقی رو میخواییم گوشزد بکنیم به سایر افراد، خب نیاز اول خودمون رعایت بکنیم. خیلی این اصلا فکر میکنم این چیز بدیهیه که ما اگر خصوصیت اخلاقی بس خصوصیت رفتاری خاصی رو خودمون رعایت نکنیم و ازش بهره برداری نکنیم، خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه. خب ما مثلا به یه ورزشکاری بگیم فلان کار رو انجام نده، ولی هم لحظه خودمون کار رو انجام بدیم، شاید خیلی مصاحب و مناسب نباشه. حالا یه خاطری، ما یکی از عزیزان و دوستانمون توی بحث رشته کاراته، ایشون وارد بحث عرصه طب سنتی شده بودن و خب هر جا نشستن و به ماها سایر دوستان و عزیزان گفتن که فست‌فود نخوریم، فست‌فود مثلا این عواقب رو داره، این مشکلات رو میاره، این اتفاق میافته. بعد مثلا خود اون افراد رو فردای اون روز بچه ها دیده بودن توی فست‌فود و داشت مثلا فست‌فود
بعد رفته بودم پرسیده بودم استاد شما که خودت میگی پس خود نخورید پس خودت که داری میخورید چه چیزی؟ یعنی این اتفاق میفته که بچه هایی کورتوار یه دوبانه میشن و ممکنه حالا ایشون چیشون این بود که خب من مصلحش رو میشناسم و میخورم در کنارش، یعنی مصلحش رو هم میخورم که اون رو دوست عزیز تو که میدونی این مصلح هم داره به ما هم بگو تا من از فست فود ها دیگه دور نشیم، میگه ما هم بخوریم حالا مصلحش رو هم بخوریم. پس این نکته نکته درستیه که جناب حبیب‌زاده فرمودن، ما اگر کاری رو خودمون انجام میدیم خیلی تاثیرگذار نخواهد بود، بخواهیم دیگران رو ازش منع بکنیم، و یا اگر کاری رو که خودمون انجام میدیم تشویق دیگران به سمت اون کار باز هم تاثیرگذار بسیار نخواهد. یه خاطره دیگه من به ذهنم رسید توی این موضوع، من یکی از شاگردم، یعنی شاگرد ارشدم در ما، یکی از شاگردهای ارشدم ایشون که از سال 83 من مربی با آغاز کردم و این دوره های شما رو بودم من خدمت حالا جامعه، این دوست ما بارها و بارها توی کنکور شرکت کرده بود، آقای جاسمی صحبتی داشتن توی کنکور شرکت کرده بود و موفق نمیشد. من یه جا تصمیم گرفتم گفتم که منم میخوام کنکور شرکت کنم، به خاطر ترغیب ایشون، به خاطر که حالا سالها بود یه هدف خاص رو دنبال میکرد و اون هدف خاصش حالا نمیرسید، دوره‌های خوبی هم میورد اما دیگه به قولی به سردار آزمون بین بچه‌های ما معرفی شده بود، انقدر که آزمون‌های کنکور سراسری رو شرکت کرد. من خودم اومدم شرکت کردم که ایشون ترغیب بشه که حالا اون شرایط رو پیش ببره. پس نیاز خودمون رو همرنگ اونا بکنیم یا اینکه صحبتهایی رو بکنیم، چیزایی رو من بکنیم که برای خودمون من و چیزهایی رو تشکیل بکنیم که خودمون انجام بدیم. نکته بسیار درست داره همین ساده فرمون. بریم سراغ مسئولیت پذیر. پس گفتیم فرد مسئولیت پذیر پاسخ بود و مسئولیت تصمیم های خویش و همچنین پیامدها و عواقب ناشی از این تصمیم ها رو میپذیره. دومین مورد برتری جویی و رقابت طلبی. کسی که اخلاق حرفه‌ای داره سعی میکنه همیشه ممتاز باشه. اون بحث اعتماد به نفس است اینجا. سعی میکنه همیشه بهترین باشه، ممتاز باشه، به مهارت های فراوان در حرفه خودش دست پیدا بکنه. جدی و پرکار باشه و به موقعیت فعلی خودش رضایت نده. از راه شایسته به دنبال پیروزی باشه، نه به برتری. اینجا باز نکته مهمی رو بجا. پس اینجوری شد که کسی که اخلاق حرفه‌ای داره همیشه خودش رو توی سطح می‌بینه و دوست داره ممتاز و عرصه باشه و اینکه مهارت‌های خودش رو افزایش میده، جدی و پرکاره توی موضوع خودش و کار خودش و به موقعیت فعلی خودش هم رضایت نمیگه و از راه شایسته و میخواد که اون رو پیشرفت بده و به موقعیت های جدیدی دست پیدا کنه. به این میگم برتری جویی و رقابت طلبی در اخلاق ورزشی. سوم صداقت داشتنه. اخلاق حرفه ای مهم است، چون توی سایر موارد هم کاربرد داره. صداقت است. صداقت داشتن توی تمام امور به نظر من قابل قبوله. صداقت در تضاد و تقابل با ریاکاری و دروغ نیست. صداقت یکی از اصول اخلاقی ما توی تمام شرایط و مراحل زندگی. صداقت همیشه بچه شک نکنید که بهترین عملکرد رو برنامه و بهترین شرایط رو برای ما ایجاد. حتی اگر اون لحظه فکر بکنید که اون بس اگر ما راستش رو بگیم و صداقت داشته باشیم به ضرر ماست، در نهایت میبینیم که اگر صداقت داشته باشیم موضوع حتما به نفع ما تمام خواهد شد.
چهارم احترام به دیگران، احترام به حقوق دیگران، احترام به نظر سایرین، خوشخویی و بخت‌شناسی، دادن حق تصمیم‌گیری به دیگران و ترجیح ندادن منافع، یعنی اون خودخواهیه نباشه. احترام بذاریم به حقوق دیگران. خب هر فردی یه حقوقی رو داره. ما اگر مربی کلاسی شدیم که همه چی تحت اختیار ما نیست، هرچند آقای بحث جرفهی کنترل و مدیریت اون شرایط و کلاس گفته ماست، اما ما توی هر چیزی هم نمیتونیم دخالت بکنیم. احترام بذاریم به حقوق دیگران، به حقوق انسانیشون، اخلاقشون، اجتماعیشون، دینیشون و سایر حقوق، و احترام به نظر سایرین بذاریم. خب نظر سایرین رو هم بگیریم، ببینیم اونا چه نظری دارن و احترام بذاریم، هرچند اگر قابل اجرا برای ما نباشه، اما حتما شنیدنش و احترام گذاشتن با نظر سایری خیلی مهم. مربی که خودش خوشقول نباشه، کلاس شما ساعت 6 شروع میشه، خود مربی 6 و 15 دقیقه میاد سر کلاس، وقت شناس نیست، قرار اینجاست که 10 دقیقه جلوتر اونجا باشن، آماده باشن که مثلا 6 کلاس رو شروع بکنن، 7 کلاس رو شروع بکنن، خود مربی میذاره 7-15 دقیقه تازه وارد کلاس بشه. یا توی شرایط مسابقه قرار گذاشتن مثلا فردا اعزام به مسابقات بریم، 6 صبح همه ترمینال باشن، 6 صبح همه فرودگاه باشن، خود مربی میذاره مثلا 6 و نیم، 7. این خوشبرگی و بخشناسی مهمه. دادن حق تصمیم گیری به دیگران مجاب میکنه ورزشکاری رو حتما توی این شرایط باید قرار بده، اجبار میکنه که توی مسابقات باید شرکت بکنه. اینها کار درست نیست و حق تصمیم گیری داره بر که حالا توی مسابقات شرکت بکنه یا نکنه، و ترجیح ندادن منافع خود، یعنی منافع خودش رو شخص به دیگران ترجیح نده. مجموعه صفات افرادی است که به اخلاق حرفه‌ای پایبندند. پس احترام به دیگران هم که شامل این موارد بود، از جمله احترام به حقوق دیگران، احترام به نظرشون، خوشخویی و خوب بخشناسی، دادن حق تصمیم گیری و ترجیح ندادن منافع خودش، یکی از بحث‌های اخلاق حرفه‌ای مدار. عدالت و انصاف. اخلاق مدار حرفه‌ای طرفدار حق تعصب در قضاوت نداره و بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی، اقتصادی و نژاد و قومیت تبعیض وارد نمیشه. تفاوتی براش نمیکنه که این بچه کارگره یا بچه یه وزیر اومده تو کلاسه، توی برخورد با هر دو یکسان عمل میکنه. مربی که اخلاق حرفه‌ای نداره، هرچند فکر میکنم که الان تجدد‌گرایی و تجمع‌گرایی انقدر توی جامعه ما افزایش پیدا کرده که حتی توقع ایجاد کرده، افراد تجمع‌گرا این توقع رو از مربی و حالا جامعه دارن که نسبت فرزندانشون برخورد متفاوتی داشته باشن. این برای هر دو طرف البته فکر می‌کنم که مشکل ساز باشه، ولی کسی که مربی حرفه‌ای هست، اخلاق مدار حرفه‌ای هست، اولا چه طرف داره حقه. اگر اون بچه وزیره کاری رو انجام داد که خلافش اون بود و با بچه کارگره مثلا یه مشکلی داشتن، اونی که حقه اون طرف حقه، تفاوت براش نکنه که این حالا مثلا پدرش وزیره یا پدرش وکیله یا پدرش مهندسه، شرایط مالی و اقتصادی بهتری داره، خب این حق رو بدهی به ایشون. نه، چه از لحاظ فرهنگی؟ خب یکی میاد به فرض دارم میگن از یه دین دیگه است، تفاوتی نکنه، چون شما مسلمانی مثلا بچه های مسلمان که نزدگه حالا
کلینی هم اومد کلاس قرار گرفت، بین اینا تفاوت نداریم. طبقه اجتماعی و اقتصادی رو گفتیم، نژاد و قومیت که توی ایران هم خیلی لحاظ نیست، چون بیشتر نژاد ها و قومیت ها توی بحث سیاه پوست و سفید پوست و رنگ پوست ها مطرح میشه. هرچند نژاد و قومیت های متفاوت ما توی ایران داریم، کردو عرب و ترک و فارس، اما تفاوتی من گمان نمی کنم توی ایران وجود داشته باشه. من مثلا شهرهایی که حالا این تخلیط قومیت ها رو داره خیلی تفاوت نمی کنه و رعایت میشه به گمان من، انشاءالله که همین رو هم هست. و بحث همدردی با دیگران، نکته ششم همدردی با دیگران. کسی اخلاق حرفه‌ای داره، دلسوز و مهربونه، در مسائل دیگران شریک میشه و از اونها حمایت به احساسات بقیه توجه داره و مشکلات اونها رو مشکل خودش میدونه و حالا در رفع مشکلشون اگر از دستش کاری بر بیاد انجام خواهد داد. و نکته هفتم وفاداری، اخلاق مدار حرفه‌ای به وظایف خودش متعهده، همچنین رازدار و محتمل دیگران، وظایف خودش رو میدونه و به وظایفش متعهده و محتمل مورد اطمینان و اعتماد دیگران قرار داره. یه بحثی رو اینجا ببینیم، یکی از دوستان صحبتی رو کرده، ببینیم چی گفتن. آقای عبدالزاده هست، آقای عبدالزاده اگر فکر میکنم چیشون بس نشده، آقای هر کاری کرده مرورگر اجازه نمیده میکروفون روشن بشه ایراد نداره، سعی کنید با مرورگر پایین پاس عزیزم وارد بشین، فکر میکنم مشکلتون حل میشه. میخواستم بگم من مدتی باشگاه داشتم و مربی شاگردان انواع رشته ها رو میدیدم و باهاشون سر و کار داشتم. مثلا یک استادی کمی دهن صحبتش از اصطلاحات لاتی بود، بعد از چند ماه دقیقا تمام بچه ها این دهن رو برداشته بودن، کاملا درسته دقیقا. یا مثلا یک استاد دیگر به شدت با احترام بود، به شدت شاگردانش بعد یک سال جوری با هم با دیگر رفتار میکردن، حتی در خارج از باشگاه هم همین شکلی رفتار میکردن، حتی نحوه انداختن ساکوی دوششون هم شبیه و مصابشون شده. آقای عبدالزاده کاملا درست میفرمه. ببینید به نکات خیلی مهم و اساسی اشاره کردنشون، میگه مربی لاتی صحبت میکرد، مربی لاتی صحبت میکرد، بعد چند ماه دیدیم همه بچه دارن لاتی صحبت، کاملا درست دارین. ببینید مربی از هر کسی تاثیر گذارتر میشه ورزشکار روی افراد اطرافش و این افراد میرن تو جامعه پخش میشن. درست گفتن، حالا اونی که خوش اخلاق و خوش برخورد بوده و محترم برخورد میکرده تمام شاگرداش محترمانه برخورد میکردن، ایشون داره میگه حتی بیرون از باشگاه. بله کاملا صحیحه. ببینیم باشگاه یک نمونه کوچک جامعه است، هر اتفاقی توی باشگاه رخ میده به نظرم باشگاه جای انسان سازی، جاییه که باید اخلاقش، منشش، شخصیت اون فرد رشد پیدا بکنه و پیش بره. خب این اتفاق میفته وقتی مربی اخلاق مدار باشه، مربی خوش‌خلق باشه، مربی محترمانه برخورد بکنه. ببینید یه تفاوتی از بین جدیت و بد اخلاقی، اون رو باید ما حتما بدونیم و روش تاکید داریم که جدیت با بد اخلاقی خیلی متفاوته. کسی اگر سر کلاسش جدی بود صرفا آدم بد اخلاقی نیست، ولی اون ادب و احترامه. ببینید شیطنت توی ذات همه بچه ها هست، اما بی احترامی و بی ادبی رو نباید تحمل کرد. خب وقتی که این افراد رو خود مربی خیلی محترمانه برخورد میکنه، این سرایت میکنه به بقیه بچه ها.
دوست عزیزم آقای حبیب‌زاده فرمودن مثل یه بیماری مصری این سرایت میکنه به سایر بچه ها و افراد و این ورزشکارا خود به خود آدم های معدلی میشن به شکل مربیشون میرن چون گفتم مربی تأثیر گذارتر از حتی خانواده ها در معامله افراد باید نکته دیگری که اشاره کرده بودن حتی نحوه انداختن سایک روی دوشش کاملا درست هم شما یه حرکتی رو توی کلاساتون مدام تکرار بکنید بعد از یه مدت میبینید که اون حرکت رو سایر بچه ها دارن تکرار میکنن ببینید لحاظ فنی هم تکنیکی تکنیکی هم همین موضوع برقراره اون شخصی که خودش از تکنیک و مهارت خوبی برخورداره یا توی زمینه خاصی مهارت خاصی داره ببینید اکثریت شاگردها و بیشتر ورزشکارهاش اون سبک رو بهتر دارن انجام میده خود به خود به صورت ناخودآگاه بهتر انجام میشه ایشون دیگه کارو برادر دورشه حتی نحوه انداختن سایت رو دوشش چجوری سایت رو میدازه خب مربی که اطلاعات علمی کافی داشته باشه میدونه که مثلا که به پشت رو هر دو طرف بده اندازه دوشونش که شاگردش میدونه نگاش میکنه به شاگرده هم همون شکلی بندازه خیلی از ورزشکارا دچار آقا نقصایی میشن بشیدشون چون سایت سنگینی رو میدازه تو یه طرفشونش همیشه هم با یه طرف و اون دوچار آقا گفتارگی شانه میشه این نقطه حالا چون بحث مثلا آسی بخصوصی نیست یه بیشتر واردش نمیشه یه مثال برای بحث حالا اخلاق مداری جسی آونز ورزشکار آمریکایی و لازدان ورزشکار آلمانی در مسابقات ترش تود المپیک برلین سال 1986 جفتشون حضور داشتن این دوتا بعد از 4 بار ترش به یه رکورد مشترکی میرسن یعنی آقای آونز و حالا لازدان به رکورد مشترک میرسن یعنی تشخیص اولی و دومی بینشون به مشکل برمیخوره بعد آقای لازدان میاد نحوه دویدن رو به آقای آونز یاد میده خب اگر میخوای مثلا پرشت طولش بیشتر باشه و طول بیشتری رو بپری اگر از این تکنیک خاص استفاده کنی و به این شیوه مثلا ببری میتونی رکوردت رو ارتقا بدی خب همین یاد دادنه باعث میشه که خودش دوم بشه دیگه یعنی این اتفاق ببینید چقدر آدم میتونه چیز کنه که از طلای المپیک خودش بگذره اخلاق حرفه‌ای یعنی این که با همون تکنیکه یهو طرف قولوش 20 سان 19 سان ارتقا میده فقط با اون شیبه دویدنی که حالا رقیب اصلیش بهش یاد میده میتونه رکوردش رو ارتقا بده و قهرمان المپیک بشه یکی دیگر از عزیزان صحبت دارن که حدودا 10 ساله بود میگفت آقای حبیب‌زاده خودشون میگفت دوست داری در آینده قهرمان مسابقات بشی میگفت نه دوست دارم بزرگ بشم مثل استادمون بشه کاملا حالا اگر این استاد قهرمان هم باشه ضمن اینکه قهرمانی توی بُعد اخلاقی و توی جامعه و مفید بودن برای جامعه حتما مهمتره خب ایشون یه نکته اساسی رو به شاگرداش یاد داده این مربی واقعا حرفه‌ای و بزرگواری هست ما اخلاق در ورزش رو داشتیم صحبت میکردیم حالا اصلا ورزش چی هست؟ ورزش یعنی تکرار عمل انجام کار پیاپی ممارست و تمرین برای ورزیدگی و همچنین اجرای مرتب تمرین‌های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی و روحی
خب ورزش رو همه میشناسیم، یه سری اعمالی رو که ما دائما تکرار میکنیم و روش مستمرا تاکید داریم و برای اون تقویت اوقای جسمی و روحیمون تمرین میکنیم، اجرای مرتب این تمرین ها رو به منظور تکمیل اوقای جسمی و روحی ورزش میده. حالا رابطه اخلاق و ورزش چیه؟ دکتر محمد حسین غزوی تو کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی آورده به باور بسیاری از اندیشمندان حوزه ورزش، یکی از مهمترین اهداف ورزش توسعه اخلاقیات در جامعه است. به همین جهت برخی تربیت بدنی را به نهادینه کردن صفات اخلاقی در شخصیت افراد از طریق فعالیت‌های ورزشی معنی کرد. این نکته یه که ما از محور داریم بهش اشاره میکنیم. دکتر غزلی توی کتابش اینجوری میگه که اندیشمندای حوزه ورزش یکی از اساسی ترین و مهمترین اهداف ورزش رو توسعه اخلاقیات در جامعه میبینه. یعنی ما با 20 نفر و 30 نفر طرف نیستیم، با یه جامعه داریم و این فرضیات رو توی جامعه داریم. حالا اگر به قولی داشتی صحبت کنیم، داشتی برخورد کنیم، با اون آدم میره بیرون و رو چند نفر دیگه تاثیر میذاره و اگر خوش برخورد و خوش اخلاق باشیم همینطور این اتفاق میفته. میگه به همین جهت برخی تربیت بدنی رو به نهادینه کردن صفات اخلاقی در شخصیت افراد از طریق فعالیت‌های ورزشی معنا کردن، یعنی از طریق فعالیت‌های ورزشی این صفات اخلاقی رو توی شخصیت افراد کاشتن. اخلاق ورزشی، اخلاق ورزشی مفهومی است که به ارزش‌های اخلاقی اجتماعی موجود در ورزش می‌پردازد. مورگان در کتاب اخلاق در ورزش می‌نویسد اخلاق ورزشی کاربست ارزش‌های اخلاقی در موقعیت‌های ورزشی است. رعایت اخلاق ورزشی که گاهی در برخی مجامع با آن روحیه ورزشی نیز گفته می‌شود، موجب می‌گردد تا ورزشکار و اخشار وابسته بدانند که رشد جسم و روح باید با هم صورت پذیرد و باعث کمال انسان شود. در کشور ما ورزش زورخانه‌ای به عنوان نماد اخلاق ورزشی به حساب می‌آید و ورزشکار این رشته با توسل به حضرت علی علیه السلام اخلاق رو به قهرمانی ترجیح می‌دهد. ورزش زورخانه‌ای مثل رابطه روح و قوت و دستگیری از مبتلایان در آیین ورزشی ایران. خب ورزش زورخانه‌ای اصلا پایه و نماد ایجادش از همین موضوع نشد گرفته، هرچند حالا داره به سمت قهرمانی پیش میره، ولی نکات اصلی که توی ورزش زورخانه‌ای و حالا این ورزش زورخانه‌ای که ما میگیم بچه حالا بسته صرفا همین حرکات و همین کفبال زدن و میر زدن و یا نیست، منظور روح ورزشه. شما میتونید توی رزمی توی بوشو خودت همین روح زورخانه‌ای ورزش های زورخانه‌ای رو پیاده بکنی. درسته اون یه اصولی رو رعایت میکنه و پایه و بنیانش بر این اساسه، ولی این رو ما میتونیم توی سایر ورزش ها هم بست و گسترش بدیم. از عوامل مؤثر در تثبیت اخلاق در ورزش میتوان به نقش و جایگاه رسانه اشاره داشت. رسانه که مهمترین جایگاه رو الان به نظر توی تمام عرصه ها داره و خوب عمل کردن رسانه توی هر عرصه ای میتونه اون عرصه رو پیشرفت بده و بعد عمل کردنش میتونه باعث اصرف کنه اون مسئله بشه. رسانه ها با معرفی نمودن و ارزشکاران و متخلف و بد اخلاق نقش عمده ای رو در ایجاد سیاست های اعمال قانون و ایجاد نظم بر عهده دارن. از سوی دیگر رسانه ها میتوانن با بزرگ و برجسته نمودن یک ورزشکار موجب ایجاد غرور نابجا و کاذب در وی شده
و او را به سمت و سوی تفکر در قهرمانی منهای اخلاق سوق دهند. در نتیجه داشتن اخلاق ورزشی در تمامی ورزشکاران امری ضروری است و این موضوع در ورزشکارانی که قصد شرکت در مسابقات ورزشی بین‌المللی را دارند بیشتر نمود پیدا، چون هنگامی که ورزشکاری پا به عرصه مسابقات بین‌المللی می‌گذارد در مقابل دیدگان میلیون‌ها تماشاگر به عنوان نماینده یک ملت و سفیر فرهنگ و تمدن کشور محسوب می‌شود. رسانه یکی از مهمترین وظایفش به نظر من یک درست معرفی کردن اون ورزش و اخلاقیات و فرمیات داخل ورزش است و دوم حالا چیزی که اینجا اشاره کردیم بودیم معرفی نمودن ورزش دارم متخلص و ورزش دارم. من الان خیلی موافق این موضوع نیستم خودم، ولی به نظرم یه جاهایی باز کاربرد داره، چون با معرفی اون باعث میشه که جلوگیری بشه از اتفاقاتی که سایر افراد میخوان انجام بده. اما نکته دومی که اینجا اشاره شده با خودم رو برجسته کردن یک ورزشکار که موجب ایجاد غرور نابجا و کازلگون بشه، به جاش به سوی تفکر قهرمانی منهای اخلاق سر بده، اینه کار غلطی این کاملا پس اگر رسانه بیاد بزرگ رو برجسته کنه خلقیات خوب رو برداشت کنه و اون جنبه اخلاقی اون برداشت کنه. ببینید ما حاجی سایه ها داشتیم، خیلی های دیگه قرآن رضا تختی ها داشتیم و خیلی افرادی که اخلاق مدار بودن توی بحث ورزش، اینا رو با بزرگ رو برجسته کردن دیگران رو تشویق میکنه و دوب میده به سمت اخلاق مداری و مخصوصا اینکه خب نماینده های ما هستن بعضی از این افراد، بعضی از این ورزشکاران توی عرصه های بین المللی و مشت رو نمونه خروار میدونن. این یه واقعیته که مشت نمونه خروار است. اگر ما افراد خوش اخلاق رو و افرادی که پایبند به اخلاقیات ورزشی و حرفه‌ای خودشون هستن رو بفرستیم به مسابقات، اونجا قطعا میتونن نماد اون کشور، اون فرهنگ و اون اتفاق توی اون موضوع باشه. ورزش و هنجارهای اخلاق، هنجارهای اخلاقی موجود در ورزش و چگونگی طرف آنها در معایدین و مسابقات ورزشی در سه حوزه قابل بررسی: یک، بازی منصفانه یا فیتله، دوم، رفتار جوان مردان است و سوم، رفتار پهلوان. راجع به بازی منصفانه یا فیتله میگه بازی منصفانه به معنای ایجاد شرایطی برای جلوگیری از برنده شدن به هر قیمت است. یعنی ما به هر قیمتی نباید برنده باشیم. خیلی ها میگن برنده شدن تنها کار است. بس روانشناسی ورزشی اگر یادتون باشه کردیم. خب پس میگه بازی منصفانه یا فیتله یه شرایطی رو برای جلوگیری از برنده شدن به هر قیمتی پیش میاره. یعنی چی؟ یعنی که ما قرار نیست با تحلق، با تقلق، با ایجاد مشکلات برای دیگران با رو ببریم، با خطا زدن با رو ببریم، به هر قیمتی قرار نیست با رو ببریم. در این روح نوع از رفتار اخلاقی بازی کنن بر اساس رعایت مقررات موجود بازی و هم و هیچ کس از قوانین تخطی نباید بکنه. یعنی بازیکن رعایت مقررات و قوانین اون بازی رو داشته باشه و هیچ کسی هم از قوانینش تخطی نکنه. ایده بازی منصفانه از جام جهانی 1986 ملزی و پس از گلی که مارادونا
یه گلی که با دست کشون زد، اسطوره فقیر فوتبال آرژانتین با دست در برابر تیم ملی انگلیس به ثمر رساند از سوی رئیس بخت فدراسیون جهانی فوتبال مطرح شد. خب این بحث فکرانه رو بیشتر توی فوتبال دارم میکنم، ولی این بحث توی تمام ورزش‌ها و تمام رشته‌های ورزش و حتی تمام شرایط زندگی به نظرم قابل تأمینه و حتما قابل اجراست. همون کاری که به نظرم آقای نازمان میدم گردم بحث پرشه بود. به همین دلیل در مسابقات رسمی فوتبال نماد بازی منصفانه و پیراهن بازیکنان نصب شده و قبل از شروع بازی نیز مقامات اجرایی مسابقات ورزشکاران را به انجام بازی منصفانه ترغیب می‌کنند. این اتفاق معمولا در شرایط پایانی مسابقات فوتبال خیلی من ندیدم انجام بشه، زمانی که دیگه تیم به سمت باخت یا حالا اون نتیجهی که باید میگرفته نگرفته میده، اون دقایق پایانی دیگه این اتفاق معمولا حالا حتی تو بازی هایی که من دیدم نیفتاده، خیلی کم افتاده. در سال 1926 برای ورزشکاران مرامنامی تر سطح بین المللی با این شعار تنظیم شد: مهم نیست که بازی را چگونه برده یا باخته، بلکه مهم این است که چگونه بازی کرده. اینکه بازی رو چجوری بردی یا باختی مهم نیست، اما مهمه که چجوری بازی کردی، چه شکلی بازی کردی، جایی که حریف آسیب دید توپ رو بیرون زدی. مثلا توی رشته‌های خودمون اگر کسی از یه ناحیه آسیب دیده بود اتفاقا تشدید کردی آسیبش رو یا سعی کردی تو اون نقطه در مبارد نکنی که آسیبش بیشتر باشه، جدی‌تر باشه. چه کاری کردی؟ حالا بردی یا باختیش مهم نیست، اما چجوری بازی کردی خیلی مهم. این مرامنامه که برای رعایت بازی منصفانه شکل گرفت بر اصول زیر تاکید داره. چند تا اصل برای فیر پلی یا بازی منصفانه مد نظر قرار دادن که خدمتتون عرض کنم. الف، مقررات را رعایت. پس مقررات و قوانین اجراش الزامی هست، باید رعایت بشه. حالا وقتی دیدی که شرایط اوکی نیست، پا رو یه طوری نزنی که آسیب چیز بزنی، حتی اگر به مقررات باشه. مثلا ما زیر زانو ضربه نمیزنیم دیگه، روی زانو طرف ضربه نزنیم. درسته که امتیازی نداره، اما طرف با ضربه‌های متمادی ممکنه آسیب به طرف حریفش بزنه. خب لازمه که مقررات و قوانین رعایت بشه. با همتیمی‌های خودش این کار را هم انجام بده، خودش رو آماده نگه داره، متانت خودش رو حفظ کنه. متانت اما سب رو حالا بردباری توی زمین هست. بازی بر رقابت و از خشونت دور نگه داره. هنگام دیروزی مغرور نباشه، هنگام شکست قوی باشه، روحی منطقی و ذهنی پاک در جسمی سالم داشته باشه. من یه نماد برای این سراغ دارم توی زمین خودم. دوستان میخوام که حالا اگر امکان خواهد دارم همه نوریم کسایی که حالا فکر میکنم نماد این بازی منصفانه رو توی دنیا ایرانی هم نیست چی میدونن؟ نماد این بازی منصفانه این بخش به رو که سرزمون آقای یاری داری گفتن به همتیمی های خودش وفادار باشه، این اصلا افتاده، این رو خودتون اضافه بکنید. بخش به میشه به همتیمی های خودش وفادار باشه،
خب یه وقتایی چیز طرف میاد مثلا بازی‌های خودمون رفیقش از یه شهر دیگه اومده مثلا بودورو داره بازی میکنه، بعد همتیمی خودش رو دوام میکنه میره اون روکش میکنه. این خیلی به نظرم چیز نیست. حتی دیدید دیگه مثلا اگر بازی‌های حتی فوتبال هم کسی از تیمی به تیم دیگه منتقل بشه اتفاقا انگیزه بیشتری برای گل زدن داره، پس با اون تیمی که الان در حال حاضر توش هست وفادار باشه. این رو خودتون اضافه بکنید، این از قلم افتاده، من یادم باشه که این رو به اسلاید اضافه کنم، به هم تیمی های خودش وفادار باشه. خب اما بحثی چی کردم؟ صحبتی کردم بنده به رو که توضیح دادیم از ایران تختی پویور دقیقا مرد نظر من هم ایشون بود. آقای پویور از نظر بنده تو بحث بازی منصفانه خیلی 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 حالا اون چیزایی که من دیدم و اون شرایطی که من توی بازی هایی که دنبال کردم خیلی فوتبالی نیستن، فکر میکنم تمام از این کارا خیلی فوتبالی نیستن و حتی ضد فوتبال هم حالا به خاطر اون شرایط مالی که وجود داره تو کشور هم و الا خب تمام ورزش ها قابل احترام هم و حتما کمک کنم از این لحاظ میگم فوتبالی نیستن، چون که فوتبال رو من خودم شخصا یه ورزش آسیبزا میبینم، یعنی ما که لازم داریم فکر میکنم کمتر از فوتبال هست. و دوم اینکه به خاطر شرایط مالی که توی فوتبال هست و یه جورایی ورزشکارهای دیگه، نه فقط ورزشکارها، ورزشکارهای دیگه فوتبال رو سختی برای انتفاع مالی ورزشهای دیگه میدونن، از این لحاظ و الا تمام ورزشها حتما قابل احترام و مخصوصا فوتبال که خودش دنیای خاص خودش رو داره و یه جامعه بسیار بسیار بزرگ. یه مطلبی هم من این جلسه نشد بپرسم، صرفا کسی که بجز روشو هست توی کلاس بجز روشو هست بگه توی چیز که اعلام بکنه دوستان بگه از چه ورزش توی چند کسی رو داریم از غیر روشو توی کلاس نوگاه بله دیگه چی؟ دیگه آقای برخورداری، آقای برخورداری همشهری ماهی فکر میکنم آقای برخورداری جدو بله بنده اصالتا ملیری هستم آقای برخورداری فقط این دوتا عزیز رو داشتیم از رشته های دیگه تکوان و جیمناستیک باید خانم هم
خب عزیزم یه لحظه من از کلاس خارج شدم و خواهی میکنم حالا یا نت مشکل باشه هر چیزی مجددم اتنازم هست. خب از موسیقی هم داشتیم جدو و نیبا. خب همین سه عزیز فقط از رشته های مختلف بودم. دینجون هم که خب از بحث بشوه که چی بودم صحبت دینجون رو کردم آقای دمیشی. آقای میکرمی یک ساعت دیر اومدیم خیرهای کردیم در من دو ساعت دیر اومدیم بوشو و کاراته کاراته کنترولی آقای کنترولی آقای غلامی بسیار خب من چون خارج شدم مجبورم که مجددن فایل رو بار گذاری کنم اجازه بدیم که میگه دسترسی الان ندارم به دوستان این پس رو کنم بکنه یه استرات رو کچی خواهیم کرد بعد مجددن خدمت ما وقتی آمدن شدن ما به این صحبت رو دیگه رو دیگه رو بسیار خوب آقای میکردیم دیگه نداره اینجا بخش به رو ما اشاره کردیم حالا اگر کسی توی چیزی ندید توی اسلاید ها من حالا اسلاید اصلاح شده رو خدمت سرکار خانم فرامونی ارسال میکنم که مجددن بهتون بده که توی امکان یه وقت اگر سوال از این بخش من رو مشکل نخورید به همتیمی های خود وفادار باشد این بخش به همتیمی های خود وفادار باشد این رو خودتون الان قطع نظرتون باشه البته من اسلاید اصلاح شدهش رو حتما خدمت سرکار خانم فرامونی مسئول محترم آموزش میدم که خدمتتون رو قطع بکنم. خب بحث ما توی فیلفله تموم شد بریم سراغ رفتار جوانمردانه. رفتار جوانمردانه شامل رفتارهایی است که تمام اعضای جامعه ورزشی برای انجام بازی خوب و رقابت محترمانه باید بروز دهند. رفتار جوانمردانه خواستگاه بسیاری از کمالات اخلاقی در ورزش است. با رعایت اخلاق جوانمردانه در مقابلی یک بازیکن با یک تیم به تیم با بازیکن مقابل امتیاز می‌دهد. هرچند رفتار جوانمردانه در ورزش طرفداران بسیاری دارد میکن عدم مراعات آن در اواخر فصل مسابقات به منظری بزرگ تبدیل شده است. آره دیگه این رفتار جوانمردانه مثلا وقتی پنالتی اتفاق میفته یا توپ دست کسی میفته یا چیزی میشه بعد هرین چیز مقابل به عنوان رفتار جوانمردانه یا بازی پیپلی زده بیرون یا اون شرایط رو برای خودش مهیا نکرده و اگه امتیازی به تیم مقابل یا فرق مقابل بده این در ازاش میاد مثلا اون رو دوباره در اختیار اون تیم قرار میده به این حدودن میشه گفت رفتار جوانمردانه توی تمام فشارهای ورزشی هم قابل اجراست و رفتاری که به قول دوستان آقا تحقی با خیلی از حریفانش انجام داد وقتی حریفی که مشکل داشت از این سمت ایشون هم از اون سمت خودش استفاده نکرد و اون سمت هم به نکرد و بینا میشه رفتار جوانمردانه. همونطور که توی اسلایده پیشون گفتیم این رفتارها اواخر فصل مسابقات که دیگه نتیجه گرایی میشه و سمت نتایج رو پیدا میکنه اون وقت
دیگه خیلی اتفاق نمیافته و سعی میکنن بیشتر به سمت اون نتیجه خاص خودشون پیش برن. رفتار پهلوانی که نماد رفتار پهلوانی توی کشور ما آیه تختی است. پهلوان عنوان یلان کشتیگیر و مردان عهد دروغابر، این واژه از کلمه پهلوان برگرفته شده، سرزمینی در پارت که مردان آن به توانایی و دلیری شهرت داشتند. مطالعه دقیق واژه پهلوان نشان میدهد که پهلوان کسی است که نیرومندی را با سجایای اخلاقی توأم دارد، یعنی هم اون توان و قدرت بدنی و نیرومندی رو داره و هم سجایای اخلاقی و رفتاری رو با هم داره. به این جمع رفتار پهلوانی. بله، شهید حاوی، کتاب شهید حاوی رو حتما دوستان مطالعه بکنید. بله، ممنون آقای رومانی عزیز. خب عزیزان، همونطور که قول دادیم یه استراحت کوتاهی خدمتتون باشید، یه نفسی بگیرید و مجددا خدمتتون باشیم. الان 10:55 است، فکر میکنم که 10:15 یا 11:15 زمان شروع برای اینکه برگردیم و کلاس رو ادامه بدیم. خوب موافقی؟ خیلی خوب، یه 20 دقیقه استراحت میکنیم، مجددا خدمتتون هستیم با فصل دوم.